بینندگان عزیز، هموطنان گرامی، سلام همه دستاندرکاران مجله اجتماعی اقتصادی رو خدمتون عرض میکنم. در ابتدا مهمترین اخبار اجتماعی اقتصادی رو خواهید دید، سپس به دنبال اون گزارش داریم از تجمع اعتراضی بازنشستگان، همچنین در گزارش دوم نگاهی میکنیم به افزایش سرکوب در اشکال مختلف، در گزارش پایانی هم به مقاومت مردم در برابر سرکوب و غارت میپردازیم. با تشکر از همراهیتون، بعد از دیدن اخبار به دیدن این گزارشات میریم. افزایش 14% کرایه خانه نسبت به دستمزد کارگران. حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه حکومتی مشاوران املاک، ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری گفت: پیش بینی من برای سال جاری این است که نرخ اجاره بها در شهرهای بزرگ 30% و شهرهای کوچک 20% در مقایسه با سال گذشته افزایش یابد. اگر متوسط افزایش اجاره بهای مسکن در سال جاری را در کلان شهرها 40% و سال گذشته سال 97 را 30% در نظر بگیریم، تا پایان سال به طور متوسط 70% افزایش در اجاره بهای مسکن خواهیم داشت. بنابراین از ابتدای سال گذشته تا امروز کرایه خانه به تنهایی 14% از افزایش دستمزد جلو زده است. به دلیل فقر روزافزون 53% مردم ایران خودشان برای بیماریشان نسخه می پیچند. نتایج مقاله های منتشر شده از سوی کتابخانه ملی پزشکی آمریکا نشان می دهد شیوع خودتجویزی دارو در ایران 53% است. در واقع مردم ایران 4 برابر میانگین استاندارد جهانی اقدام به خودتجویزی دارو می کنند. معاون اول وزارت بهداشت رژیم با نام ایرج حریرچی چندی پیش نسبت به افزایش 30% بار مراجعه مردم بدون داشتن نسخه به داروخانه ها هشدار داد. وی گفت: در شرایط فعلی اقتصادی شاهدیم که بار مراجعات به داروخانه ها بدون داشتن نسخه و بدون مراجعه مجدد به پزشک زیاد شده، تا از این طریق بتوانند هزینه های درمان را کاهش داده و پول ویزیت را نپردازند. چپاول 1,300,000,000 دلار ارز تجهیزات پزشکی. وزیر بهداشت رژیم سعید نمکی اعتراف کرد که 1,300,000,000 دلار ارز تجهیزات پزشکی رفته و هنوز دقیقاً معلوم نیست چه کسی برده است و چه چیزی آورده و به چه کسانی داده است. کلاس‌های درس در انبار خانه‌ها. میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رژیم گفت: به خانه‌های مسکونی مجوز مدارس غیر دولتی داده شده است. برخی در انباری و آشپزخانه کلاس تشکیل می‌دهند. وی تصریح کرد که کلاس‌ها در انباری، پشت بام و آشپزخانه تشکیل می‌شود. وی اعتراف کرد که بعضی از کلاس‌ها که پنجره ندارد مثل زندان برای دانش آموزان است. استان لرستان رتبه 1 مهاجرت در کشور. علی هادی چگنی در شورای حکومتی برنامه‌ریزی و توسعه لرستان اظهار کرد سالانه حدود 12,000 نفر از استان مهاجرت می‌کنند. وی با بیان اینکه لرستان رتبه اول مهاجرت را در کشور دارد افزود: این استان 2.22% جمعیت کشور را دارد. چگنی اظهار کرد در جریان سیلاب لرستان 8,000,000,000 تومان خسارت دیده است. ایستاده ایم تا آخر. از ابتدای سال تا کنون بارها و بارها شاهد تجمع اعتراضی بازنشستگان برای احقاق حقوقشون هستیم و هر بار مصممتر و استوارتر از قبل بر خواستهای خود تاکید میکنن. فریاد این زنان و مردان سال خورده، پژواک مظلومیت و بغضهای فرو خورده میلیونها ایرانیه که در تنور فقر و بیکاری میسوزن. بار دیگه به سراغ این مردان و زنان میریم تا فریادشون رو به گوش همه برسونیم. با ما همراه باشید. با شروع سال 98 و با اوجگیری فزاینده رکود و تورم اقتصادی
و افزایش 50-100% قیمت کالاهای اساسی، شکاف طبقاتی هر روز در جامعه عمیق‌تر می‌شود، به طوری که هزینه استاندارد حداقل سبد معیشت مردم از مرز 6 میلیون گذشته است. در این میان بازنشستگان با حقوقی ثابت که به زحمت به 1/3 خط فقر می‌رسد، حال و روز دیگری دارند و متحمل فشار زیادی به لحاظ معیشتی هستند. وضعیت وخامتبار اقتصادی که ناشی از فساد در بالاترین دستگاه‌های هیئت حاکمه می‌باشد، کار را به جایی رسانده است که این مهره حکومتی را مجبور به اعتراف می‌کند. بالغ بر 1000 میلیارد دلار پول انباشته شده در کشور در قالب منابع مختلف در اختیار بنگاه‌های دولتی و خصولتی و شبه دولتی است. اگر راندمان اقتصادی همین سرمایه 10% در شرایط تورمی امروز که 50% است میباشد، یعنی سالانه 100 میلیارد دلار درآمد. آیا امروز این گونه است؟ حتماً خیر. چرا؟ چون منابع ملت ایران اسیر لابیگری ها و بازی های سیاسی رانتجویانی شده است و حکمرانی اقتصادی حاکم نمی باشد. ملت شریف ایران، آیا مطلعی در بانک سرمایه طی 1 دهه گذشته از سرمایه فرهنگیان مظلوم حدود 14000 میلیارد تومان به یغما رفته است؟ در این میان بازنشستگان کشوری که عمری را با زحمت و مشقت گذرانده‌اند، با مستمری ثابت و اندک حال و روز دیگری دارند و متحمل فشار زیادی به لحاظ معیشتی هستند. بر این اساس بازنشستگان از ابتدای سال تا کنون تجمعات زیادی را برگزار کردند. در روز سه‌شنبه 25 تیر 98 طبق فراخوان قبلی، بار دیگر جمعی از بازنشستگان در مقابل وزارت کار رژیم تجمع کرده و خواستار مطالبات به حقشان شدند. تجمع کنندگان شعار می دادند حقوقهای نجومی، فلاکت عمومی، فریاد فریاد از این همه بیداد. همچنین بازنشستگان معترض تراکت هایی در دست داشتند که حاوی نوشته های زیر بود: خانه ما غارت شده، فاش می سازیم بی ترس و خطر برای حقمان، می ایستیم تا به آخر. بساط منفعت طلبی 1% ها از اموال 99% ها برچیده باد. بیمه کارآمد طبق آیین نامه فولاد خواست بازنشسته فولاد. رسانه، تجمع، تشکل حق مسلم ماست. زندان و تهدید فعالین محکوم است. دست غارتگران از صندوق بازنشستگان کوتاه. در این تجمع بازنشستگان حمایت و همبستگی خود را نسبت به سرکوب و زندان فعالین ابراز کردند و خواستار آزادی آنها از بند شدند و پلاکاردی در دست داشتند که نوشته بود: زندان و تهدید فعالین محکوم است. می ایستیم تا آخر. این روزها با افزایش نارضایتی عمومی و گسترش اعتراضات از وضعیت وخامتبار اقتصادی، حاکمیت آخوندی دست به سرکوب در اشکال مختلف در جامعه میزنه و به هر بهانه‌ای میخواد فضای رعب و وحشت رو در جامعه حاکم کنه.
در میان سهم سرکوب زنان در حاکمیت زنستیز آخوندی به مراتب بیشتر از مردانه. در این گزارش به گوشه ای از این سرکوب میپردازیم. رژیم ولایت فقیه در چنبره بحران‌های لاعلاج داخلی و بین‌المللی و برای جلوگیری از نارضایتی و خشم مردم ناگزیر راهی جز سرکوب نمی‌یابد و هر روز به بهانه‌های واهی و آخوندساخته مردم را مورد اذیت و آزار و تحت فشار قرار می‌دهد. از آنجایی که سنگ بنای این رژیم ضدیت با زنان است و تمام ساختار و قوانینش طوری طراحی شده که زنان را تا حد امکان سرکوب و خانه نشین کند، زنان را بیش از مردان مورد حمله وحشیانه قرار می دهد. ماه گذشته یک دختر هموطن که در پارک مشغول آب‌بازی بوده، ماموران سرکوبگر وی را مورد اذیت و آزار قرار می دهند و به رغم تلاشی که با فریادش می کند که مردم حاضر در صحنه را درگیر کند، ولی نیروهای سرکوبگر با وحشیگری او را به داخل خودروی گشت می اندازند. اما رژیم آخوندی که در ابتدا مدعی شد این مامور خطا کرده و او را برکنار کرده است، ابتدا برکناری او را تکذیب کرد و روز 27 تیر به دستور سرکرده نیروی انتظامی از عملکرد ماموران وحشی سرکلانتری چهارم در تهران پارس قدردانی هم شد و به آنها لوح تقدیر و هدایای نقدی دادند. یکی از شهروندان از برخورد وحشیانه نیروی سرکوبگر انتظامی با یک نوجوان 16 ساله از تماشاچی‌های مسابقه والیبال در سالن قدیر ارومیه فیلم تهیه کرد. مأمور سرکوبگر که متوجه فیلمبرداری شد، به دلیل وحشت به سمت فیلمبردار تهاجم کرد و مانع وی شد. البته حمایت‌های مردمی از زنانی که نمی‌خواهند تحمیلات رژیم آخوندی به خصوص در مورد نحوه پوشش را بپذیرند، در بسیاری مواقع مزدوران خامنه‌ای را در تنگنا و عقب نشینی می‌کشانند. هرچند که رژیم آخوندی برای ایجاد رعب و وحشت مزدورانی را تحت عنوان تذکر لسانی در خیابانها گسیل کرده، اما در بسیاری مواقع این مزدوران توسط مردم و به خصوص جوانان غیور گوشمالی می شوند، مانند این آخوند در اردبیل. و این جنگی است بین مردم ایران و رژیم ضد ایرانی و ضد بشری ولایت فقیه که ابتدایی ترین حقوق مردم ایران را هر روز لگدمال می کند. البته به زودی، دیر یا زود، مردم به جان آمده حساب این مزدوران را کف دستشان خواهند گذاشت. گزارش سرکوب وحشیگری عناصر خودفروخته حکومتی رو نسبت به مردم به طور خاص زنان میهنمون دیدید. ولی اون روی سکه سرکوب مقاومت به همبستگی مردم ایران علیه این همه بی‌عدالتی اجتماعی که روزانه شاهد افزایش اون در سطح جامعه هستیم. با هم به دیدن صحنه‌ای از مقاومت مردم میریم.
این روزها شاهد اوجگیری اعتراضات مردمی در مقابل عناصر سرکوبگر رژیم در شهرهای مختلف هستیم و هر روز مردم و به طور خاص جوانان میهنمون به هر وسیله‌ای در مقابل حمله و هجوم وحشیانه نیروهای انتظامی برای گرفتن مطالباتشان می‌ایستند. در همین رابطه روز شنبه 22 تیر 98 رژیم جنایتکار آخوندی با اعزام ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی که مجهز به انواع تجهیزات ضد شورش و لودر بودند به هموطنان عرب منطقه برومی در خوزستان وحشیانه تهاجم کرده و قصد تخریب خانه‌های اهالی این روستا را داشتند. اما روستاییان و به ویژه جوانان شجاع در برابر این اقدام با پرتاب سنگ و شعارهای الله اکبر مقاومت کرده و مانع از تخریب خانه‌هایشان شدند. ماموران جنایتکار که اقدام به شلیک هوایی کردند نهایتاً توسط مردم وادار به عقب نشینی شدند. برومی منطقه‌ای دارای 50 حلقه چاه نفت است. این منطقه در جاده اهواز ماشر در 13 کیلومتری شهر اهواز و در دهستان مشرحات واقع است. روز یکشنبه 23 تیر 98 اهالی منطقه همت‌آباد واقع در حاشیه منطقه 3 شهر مشهد در اعتراض به کمبود آب آشامیدنی و کیفیت بسیار پایین آن که منجر به سوختن کولرها و دستگاه‌های تصفیه آبشان نیز شده تجمع کرده و جاده سیمان را مسدود کردند. همت‌آباد منطقه حاشیه نشین و فقیر با جمعیتی بالغ بر 20,000 نفر در مشهد است. این ناحیه از لحاظ جغرافیایی در شمال شرقی مشهد واقع شده است. گرمای تابستون تحمل این وضعیت براشون خیلی دشوار و سخت شده و این مسیر و ترافیک همینطور ادامه داره چون مردم راه و بستن و این مسیری هم که میبینید رودخونه کشف هست، حاشیه رودخونه کشف انتهای رسالت. مردم به جان آمده از ظلم و ستم آخوندی به هر وسیله خشم و انزجار خود را نسبت به سردمداران این حکومت فاسد ابراز میکنند. در همین رابطه یک مادر خشمگین اصفهانی رو به خلیفه ارتجا خامنه‌ای جنایتکار اینطور بیان می‌کند. من می‌خوام با آقای خامنه‌ای صحبت کنم. آقای خامنه‌ای تو که میگی امام زمان ظهور می‌کنه، تو که منتظرشی؟ می‌دونی اگه ظهور کنه اول همه سر تو رو می‌زنه. سر اون کسایی رو می‌زنه که تو رو قبول دارن. تو چطور چسبیدی به این خلافت زنده می‌کنی؟ تو جمع کن برو دیگه، تو از امیرالمومنین بالاتری. امیرالمومنین گفت این خلافت و این دنیا به عصد این بودی نمیارده. و تو چطور چند میدی باره میدی؟ مردم دارن تو گرم و لحلم میزنن. تو خود معاویه ای، تو خود شمری، تو خود یزیدی، دی خودی خودتو جا نکن تو دست امام حسین. تو ای که از آب و بستی رو مردم، تو ای که مردم رو تو بیبرقی تو بدبختی و فرق نگذاشتی. تو میفهمی دختر 12 ساله تو گوشه خیابون داره فاحشگی میکنه به خاطر که ننش پول نداره، باباش پول نداره. همینطور که دیدید چاره پایان دادن به این همه سرکوب و بی‌عدالتی افسارگسیخته اتحاد و همبستگی همه اقشار جامعه است. ایران زمین در مقابل ایلغار وحشیانه آخوندها ساکت نخواهد نشست. با امید به پیروزی و سربلندی برای همه هموطنان عزیزمون برنامه امروز رو در اینجا به پایان میبریم و با همه شما تا دیدار دیگه خداحافظی میکنیم. خدایار و نگهدار شما باشه.